پیروزی غیرمنتظره و خبرساز خیرت ویلورس سیاستمدار جنجالی راست افراطی در انتخابات هلند به سرخط داغ رسانه های بین المللی تبدیل شده است. خیرت ویلورس سیاستمدار راست افراطی هلندی پس از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات روز گذشته این کشور برای جلب احزاب رقیب برای تشکیل دولت اعتلافی تلاش می‌کند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. مسلمانان حدود 5 درصد از جمعیت 18 میلیون نفری هلند را تشکیل می دهند. محسن کوکتاس رئیس سازمان مسلمانان هلند از نتیجه انتخابات این کشور به عنوان اتفاقی تکان دهنده یاد کرد. او همچنین گفت که مسلمانان با پیروزی غیرمنتظره حزب آزادی دیگر احساس امنیت نمی کنند. حزب آزادی در انتخابات روز چهارشنبه یکم آذر 37 کرسی در پارلمان به دست آورد این حزب تعداد کرسی های پارلمانی خود را در مقایسه با انتخابات پیشین بیش از دو برابر کرده است ویلدرس 60 ساله از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا است و خواستار رأیگیری درباره خروج هلند از این اتحادیه نگزیت شده است برنامه حزب او همچنان شامل ممنوع کردن قرآن، مساجد و حجاب اسلامی در هلند است. با این حال، ویلدرس در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته است اولویت کنونی مباحث این چنینی نخواهد بود. سیاست مداری که گاهی او را ترامپ هلند می‌خوانند، بخشی از این تشبیه به خاطر موهای رنگ کرده و پف کرده این سیاستمدار و بخشی هم به دلیل لحن و بیان تند و آتشین او می‌باشد. در روزهای اخیر در آرژانتین نیز خاویر میلی نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد خیرت ویلدرس میگوید که قصد دارد هلند را در اولویت برنامههایش قرار دهد و این کشور را به هلندیها برگرداند ترجیح بندی مشابه آنچه دونالد ترامپ برای برگرداندن عظمت به آمریکا به کار میبرد یا شعار جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که میگوید اول ایتالیا و ایتالیایی ها ویلدرز که دیدگاهی به شدت اسلام ستیزانه دارد در سخنان خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات گفت دیگر کسی نمیتواند پی وی وی را نادیده بگیرد و ما حکومت تشکیل خواهیم داد ویلدرز نیز همچون دونالد ترام که شعار اول آمریکا را دنبال می کند شعار اول هلند را مطرح کرده و بر این اساس خواهان خروج از اتحادیه اروپا است. او همچنین خواستار محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی روی مسلمانان هلند و مراکز اسلامی و مساجد است و برنامه ممنوعیت روسری در اماکن دولتی را دنبال می کند. وی همچنین خواستار توقف کامل پذیرش پناهجویان و مهاجران در هلند است بسیاری در اروپا با نگرانی به پیروزی چشمگیر ویلدرس واکنش نشان دادند چرا که پیروزی ویلدرس 60 سال اتحادیه اروپا را با نگرانی مواجه کرده به ویژه آنکه او وعده داده که یک همه پرسی در مورد اینکه آیا هلند باید در اتحادیه اروپا بماند یا نه برگزار کند اما ملیگرایان راستگرا در سراسر اروپا برای تبریک به این سیاست مدار پوپولیس صف کشیدند. رهبر حزب راست افراطی اسپانیا گفته که اروپایی ها به طور فضاینده خواستار دفاع از ملت خود مرزها و حقوقشان هستند. ویکتور اوربان نخست وزیر ملیگرای مجارستان نیز در شبکه ایکس نوشت که بادهای تغییر در حال وزیدن در اروپا است. برای رهبر حزب راست افراطی فرانسه ماریان لوپن نیز این نتیجه دلبستگی فزاینده به دفاع از هویت ملی را تایید می کند. با این حال پس از پیروزی جناه راست افراطی هلند در انتخابات پارلمان این کشور خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این حزب برای متقاعد کردن رقبای خود برای تشکیل اعتلاف دچار چالش بزرگی است او برای تشکیل حکومت و بیرون آمدن از وضعیت 25 ساله ای اپوزیسیون باید دست کم با دو حزب دیگر اعتلاف کند و در صورتی که بتواند چنین اعتلافی تاریخی را شکل دهد باید نظر دیگر احزاب راست میانه را به سمت خود جلب کند که کار چندان راحتی برای او نخواهد بود. چون رؤسای سه حزب اصلی دیگر هلند پیشتر اعلام کردند حاضر به اعتلاف با حزب برای آزادی نخواهند بود علی اکبری اخبار شیه دکتر ابراهیم روشندل کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هم راستن آی تول سرام عرض عدد عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان برنامتون بزرگوارید آی دکتر آی دکتر آیا ممکنه که خیرت ویلدورس در ائتلاف با دیگر احزاب برای تشکیل دولت ناکام بمونه بفرمایید البته با توجه به سیر تحولاتی که در اروپا در اتفاق در سال 2009 به بعد یعنی ادغام جنبش های راستگرا این احتمال وجود داره که خیرت ویلدرز با توجه به توافقات اولیه‌ای که در مذاکرات با حزب قرارداد اجتماعی و همچنین اتحادیه مسیحی ایجاد کرده احتمالا تا کنون 81 کرسی از 150 کرسی رو در قالب یک توافق بین, بین احساب و اعتلافی داشته باشه اگر ایشون نتونه طی ماهای اخیر احتمالا طول بکشیم مذاکرات به توافق نرسه طبیعتا اون جریان غالبی که در اروپا داره شروع میشه از 2009 به بعد یعنی پیروزی احزاب راستگرا خودش میتونه زنگ خطری باشه بله و در صورت موفق شدن حزب راستگرای هلند برای تشکیل دولت چه تاثیری این رخ داد در اروپا در با وضعیت مسلمان و مهاجران در آینده خواهد داشت؟ بله ببینید پیروزی آقای ویلدرس در پی شکست تلاش‌های های سابق آقای اوته هستش که 13 سال بود در واقع دوره نخست طولانی‌ترین طولانی ترین مدت رو داشت و تقریبا دو سال مونده به اتمام فعالیتش ایشون استفاده داده به دلیل شکست تلاشهایی برای کاهش و مهاجرت خارجیان به هلند بوده میشه گفت در رابطه با مسلمانان بله این برنامه هایی که ایشون داره آقای ویلدرس داره اگر ایشون بتونه به مقام نخست وزیری برسه طبیعتا سیاست های ملی گرایانه و در پی اون سیاست هایی که محدودیت های زیادی رو برای مسلمانان ایجاد بکنه در هلند بسیار زیاد هست بله آیا این رخ داد بر وضعیت مسلمانان و مهاجران در آمریکا و دیگر کشورهای جهان حتی شرایط منطقه تاثیر خواهد داشت طبیعتاً بله ببینید عرض کردم از سال 2019 به بعد که سیاست های افراطی نسبت به کاهش فعالیت مسلمانان چه در سوئد از طریق حزب دموکرات های افراتی دموکرات های مسیحی و همچنین در فرانسه در آلمان و در حتی بلژیک دادگاه بلژیک محدودیت هجاب رو اعلام کردن در فرانسه همینطور در اتریش هم ما شاهد این تغییرات هستیم که علیه مسلمانان هست بله طبیعتا اثر خودش رو در اروپا خواهد گذاشت و این جریان در آمریکای لاتین هم که هفته گذشته با پیروزی یک فردی که خیلی جریان راست افراطی رو دنبال میکنه در آرژانتین عملا این موج میتونه علیه مسلمان ها شک بگیره و کاهش فعالیت های اسلام،, اسلام،, گرایان یا اسلامی رو در اروپا و آمریکا ما شاهد باشید